وقتی عیسی به آنجا رسید معلوم شد که 4 روز از او را دفن کردند. بیت انیا کمتر از 3 کیلومتر از اورشلیم فاصله داشت و بسیاری از یهودیان نزد مرتا و مریم آمده بودند تا به خاطر مرگ برادرشان آنها را تسلی دهند. مرتا به محض آنکه شنید عیسی در راه است برای استقبال او بیرون رفت، ولی مریم در خانه ماند. خداوندا اگر تو اینجا می بودی برادرم نمی مرد. با وجود این می دانم که الان هم هر آنچه از خدا بخواهی به تو عطا خواهد کرد. برادرت باز زنده خواهد شد. می دانم که او در روز قیامت زنده خواهد شد. من قیامت و حیات هستم. کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد بار دیگر زنده خواهد شد. هر کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور می‌کنی؟ آری خداوندا، من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی که می‌باید به جهان بیاید. مرتا پس از اینکه این را گفت رفت و خواهر خود مریم را صدا کرد و به طور پنهانی به او گفت: استاد آمده است، او تو را می‌خواهد. وقتی مریم این را شنید فوراً بلند شد و به طرف عیسی رفت. عیسی هنوز به دهکده نرسیده بود، بلکه در همان جایی بود که مرتا به دیدن او رفت. یهودیانی که برای تسلی دادن به مریم در خانه بودند وقتی دیدند که او با عجله برخاسته و از خانه بیرون می‌رود به دنبال او رفتند و با خود می‌گفتند که او می‌خواهد به سر قبر برود تا در آنجا گریه کند. همین که مریم به جایی که عیسی بود آمد و او را دید به پاهای او افتاده گفت: خداوند اگر در اینجا می بودی برادرم نمی مرد. عیسی وقتی او و یهودیانی را که همراه او بودند گریان دید، از دل آهی کشید و سخت متأثر شد. او را کجا گذاشته اید؟ خداوندا بیا و ببین. عیسی گریست. یهودیان گفتند ببینید چقدر او را دوست داشت، اما بعضی گفتند آیا این مرد که چشمان کور را باز کرد نمی توانست کاری بکند که جلوی مرگ ایلعازر را بگیرد؟